امروز در خبرها، به گزارش روزنامه تلگراف چاپ انگلستان، دست کم 50 تن اورانیوم غنی شده از مرکز اصلی پژوهش‌های هسته‌ای در شهر اصفهان ناپدید شده است. این مقدار اورانیوم در صورتی که به درجه تسلیحاتی غنی شود برای تهیه 6 بمب اتمی کفایت می‌کند. مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان که محل عملیات غنی‌سازی اورانیوم ایران است، مشمول نظارت از سوی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد. اما مقامات مسئول نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گویند ایران در یک مرحله از عملیات غنی‌سازی اورانیوم که زیر نظارت آژانس قرار نداشته است، بخشی از اورانیوم را به جای دیگری منتقل کرده است. روز دوشنبه 15 سپتامبر، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، گزارشی در مورد تحقیقات آژانس پیرامون مطالعاتی که ایران در راستای تولید بمب هسته‌ای انجام داده، ارائه خواهد کرد. به گزارش امروز خبرگزاری رویترز، پیشبینی می شود که تحقیقات آژانس نشان خواهد داد که ایران برنامه خود را در راستای غنی‌سازی اورانیوم پیگیری می کند. در حالی که غرب نگران همکاری هسته‌ای ایران و روسیه است، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی امروز به مسکو رفته است تا با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفتگو کند. پیش از گفتگوهای امروز، لاوروف به اسرائیل اطمینان داد که پیوندهای روسیه با ایران خطری متوجه اسرائیل نمی کند. آمریکا و اسرائیل زن بردند که ایران در صدد تولید جنگ افزارهای هسته‌ای است و از این رو احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مردود نمی شمارند. روزنامه اسرائیلی هارتز به نقل از لاوروف گزارش کرده است که ما روزها با ایرانی ها پیوندهای تاریخی حسنه داریم، ما با آنها اسلحه می دهیم اما تنها برای مقاصد دفاعی، نه اسلحه‌ای که موجب برهم زدن ثبات منطقه شود. وی گفت علارغم بیم قدرت‌های غربی در مورد اینکه در پی جنگ در گرجستان کرملین از همکاری با قدرت‌های بزرگ در مورد مناقشه هسته‌ای با ایران خواهد کاست، دیدگاه روسیه نسبت به موضع هسته‌ای ایران عوض نشده است. روسیه سرگرم ساختن نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر در جنوب ایران است. آن نیروگاه قرار است از اوایل سال میلادی آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد. پس از آنکه هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا دیروز با عنوان ابراز پشتیبانی از بولیوی در اختلاف دیپلماتیک بین آمریکا و بولیوی سفیر آمریکا را از ونزوئلا اخراج کرد، دولت آمریکا نیز اعلام کرد که متقابلا قصد دارد سفیر ونزوئلا را از واشنگتن بیرون کند. اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی روز چهارشنبه فیلیپ گولدبرگ سفیر آمریکا را از بولیوی اخراج کرد و او را به پشتیبانی از گروه‌های مخالف رژیم او در شرق بولیوی متهم ساخت. چاوز که مدت هاست آمریکا را به پشتیبانی از توطئه‌هایی که برای سرنگونی رژیم او می‌شود متهم ساخته، دیروز به سفیر آمریکا در ونزوئلا 72 ساعت مهلت داد تا کاراکاس را ترک کند. آمریکا اتهاماتی را که از سوی مورالز و چاوز عنوان شده بی‌اساس خوانده و آنها را رد کرده است. این خبر و خبرهای دیگر در iranvnc.com